سلام به شما مخاطبان عزیز سرخابی، این شما و این 13 شماره از روزنامه تصویری سرخابی. امشب هم قراره با همدیگه خبرهای مهم روز رو مرور کنیم. حریف پرسپولیس یکی از این دو تیم شرقی امروز در جریان مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا منطقه شرق دو بازی برگزار شد. در بازی اول تیم‌های اولسان هیوندای کره جنوبی و بیجینگ گوان چین روبروی هم قرار گرفتند که در نهایت تیم کره‌ای با برتری 2-0 راهی فینال شد. در دیگر بازی هم ویسل کوبه ژاپن و سوون سامسونگ کره در مقابل هم سفارایی کردند که در نهایت تیم ژاپنی با برتری در ضربات پنالتی راهی فینال منطقه شرق شد. تیم‌های اولسان هیوندای کره جنوبی و ویسل کوبه ژاپن روز یکشنبه فینال منطقه شرق را برگزار می‌کنند و برنده این فینال روز 29 آذر حریف پرسپولیس ایران خواهد بود. دومین شوک به فوتبال دنیا در یک ماه، پائولو روسی همبازی مارادونا شد. صبح امروز با خبر تلخ درگذشت پائولو روسی، اسطوره فوتبال ایتالیا، در سن 64 سالگی شروع شد. روسی که از اساطیر فوتبال ایتالیا به حساب می اومد، سال 1982 عضوی از تیم قهرمان کشورش در جام جهانی بود. او همچنین سال 1982 توپ طلای فوتبال دنیا را هم به دست آورده بود و نامش در بین 100 اسطوره برتر تاریخ فوتبال از نگاه فیفا دیده می شد. شایعه یا واقعیت؟ زنوزی دست روی کیروش گذاشته. بعد از اخراج علیرضا منصوریان از هدایت تراکتور و انتخاب مسعود شجاعی به عنوان سرمربی موقت قرمزهای تبریز، حالا شایعه دیگه ای در خصوص سرنوشت نیمکت تراکتور شنیده میشه. طی یکی دو روز اخیر در خبرها اومده که محمد رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور دست روی کارلوس کیروش گذاشته. البته که موضوع منع به کارگیری از مربیان خارجی در فوتبال ایران بیشتر این انتخاب رو به سمت حاشیه میبره. برگزاری تمرینات تراکتور زیر نظر مسعود شجاعی. امروز اولین جلسه تمرینی تراکتور بعد از اخراج علیرضا منصوریان زیر نظر مسعود شجاعی که از این پس به عنوان مربی بازیکن فعالیت میکنه برگزار شد. البته که علی نیکبخت نیز از امروز به کادر فنی تیم تبریزی اضافه شده. نیکبخت دارای مدرک ای آسیا است و پیش از این در کادر فنی ماشینسازی و شهرداری تبریز حضور داشته. نگرانی زوبی‌ها از انتقال کرونا به پرسپولیسی‌ها. این روزها موضوع برگزار شدن یا نشدن بازی روز شنبه پرسپولیس مقابل زباهن یکی از موضوعات مهم فوتبال ایرانه، مخصوصا که طی روزهای گذشته مثبت شدن تست کرونا زوبی‌ها نگرانی‌های زیادی برای پرسپولیس در آستانه فینال آسیا به وجود آورده. در رابطه با آخرین وضعیت برگزاری بازی دو تیم، مدیر رسانه‌ای زوبی‌ها گفته فردا با پرواز چارتر به تهران خواهیم آمد و تا الان شواهد از برگزاری دیدار با پرسپولیس میده. تنها نگرانی ما سلامت بازیکنان پرسپولیسه. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، هواداران پرسپولیس باشگاه زباهن رو مقصر ندونن. استقلال خوزستان جای پارس جنوبی رو در صدر جدول لیگ یک گرفت. امروز هفته چهارم بازی‌های لیگ یک فوتبال کشور برگزار شد. در مهمترین بازی هفته استقلال خوزستان با نتیجه 4-1 مقابل استقلال ملاسانی پیروز شد. در دیگر بازی مهم روز هم پارس جنوبی جم با هدایت محمد نصرتی مقابل خیبر خرم‌آباد به تساوی 2-2 رسید. در جدول رده‌بندی لیگ یک استقلال خوزستان با تفاضل گل بهتر نسبت به پارس جم به صدر جدول رسید. تیم هوادار تهران هم با هدایت رضا عنایتی مقابل خوشه طلایی ساوه با هدایت سهراب بختیاری‌زاده به تساوی بدون گل رسید تا با 8 امتیاز در رده سوم جدول باشه. فردا شب هم مثل امشب دوباره میتونید همین ساعت همراه ما باشید.